الو مرکز. الو مرکز، سری کارتو بگو، اینجا مشکل برخوردیم. بله متوجه هستم. هیتر دوباره پیداشون شده. بله یه سری هیتر پیدا شده که باید بهشون رسیدگی بشه. شوگا. چی؟ فقط راه شوگاه. نظرم خیلی براشون زیاده این هیترها. راه دیگه نداریم. اما مشکل نداره، قدرت نمایی دیگه هیچ مسئله ای نداره. هر چیزی زودتر این هیترها نابودشن به نفع هممونه. سری با شوگا تماس بگیرید. بله درسته، تنها راهش هم همونه. تماس گرفتی به من اطلاع بدی. چشم، تماس میگیرم خدمتتون. متشکرم. پایان. الو هیتر کش اعظم. دجتا. تنبول لنا. دجتا. What's up everybody? What's up? سلام علیکم، احوال شما؟ خوش اومدین. چه خبرها؟ بله همونطور که از اول ویدیو مشخص بود، اینک ویدیو اینم گذاشتین، امنیتی و اینا، امنیتی و این داستانا، قراره که هیتر بکشیم. با چی؟ با هیتر کش اعظم، داداشم، برادر، شوگا. همونطور که درخواست داده بودین برگشتیم با یه ریاکت موسیقی دیگه که قراره موسیقی خوب گوش کنیم، موسیقی رو هم خوب گوش کنیم. ایمان هم به زودی برمیگرده و ویدیو تو راه حسابی قرار بهتر کنیم. انقدر کامنت گذاشتین که امیدگالا رو انقدر گفتین که ریاکتش بکنیم که من خواستم سریعتر این کار رو انجام بدم، چون میخواستم ببینم چه اتفاقی افتاده. گویا موزیک ویدیو قبلی که ریاکت کردیم خیلی به این مرتبطه و این داستان خیلی دوست داشتم که سریعتر ببینمش و بهتر کنی. فکر میکنم که خیلی به اون به بد داداشمه دیگه. داداشمه بیتساز شماره یک اعظم، خفن ترینه. خواهیم ریاکتش کنیم و عشق کنیم. قشنگ الانم فازم لاتیه. چه یخ و لبده دیم. یخ همه ایترا یخ. این زیر نیاین. بریم داداش گوش کنیم. بزن اون هیتره، بزن اینو. بقیه اشخاص زدن هیتره بزنه ببینه ارو چشش درات. اینجوری بیفته اون چشا. عینک زدم چشامو نبینی، چشت درات. هیتر کشم اینجا الان همین. آره چرا انقدر عصبانی ام؟ نمیدونم اتفاقی نیفته، ولی آره عینکم اصلا در میارم. بریم به ریاکت موسیقیایی، بریم عشق کنیم. بریم شروع کنیم. مطمئنن خفنه، اصلا بحثی توش نیست. آهنگ اسلوی گیتار الکتریکیه. What the f... این منجات خالی لوکیشنو. پشمام از آرپجی داره میزنه. بچه هم یه دونه آرپج، آرپج هم که قبلا توضیح دادیم. پشمام همین الان افتادم. صدا شو یه حالت دوئت افیکسی کرده با تیون زیاد، نه با ریورب زیاد داره. ریچون اسپیدو 100 گذاشته، یه آتوتیون گذاشته به هوای افکت. بچه آتوتیون اصلا معنیش این نیست که بخوای شما فالش بخونه که رو این باشه. من خودم آهنگ دارم که آتوتیون روی 100 گذاشتم، یه ریچون اسپیدو رو صرف گذاشتم که بتونه صدای افکت صدای قلقلت آتوتیونی بده که اون به آهنگ بشینه. و شوگالا این کاری کرده و میخواد آر ام بی بخونه. یخ به خدا یخ. اون بیس که دونزی میذاره دون 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 دون. وای زیرش هم آمانی پنج. اوه آقا عجب. بذار من لیریکشو. من اولش نفهمیدم بگی ارانو یونه چقدر خفنه. وای چقدر بازم دو شخصیت هست ویدیو. جدی نمیدونم چقدر داره گیتارا و بیس خوب میزنه. اون زیرش هم کار. وای ماجور. تصادف نکنی جای ایمان خالی که الان اینو من بهتون میگم که اینو ریاکت کردم، میگم ایمان هم یه ریاکت بکنه. بهش نمیگم چی شد، نمیذارم ویدیو رو ببینه، اینو بعد ایمان گوش کنه.
تانگو بکوشیب سم. وای گیتار الکتریک با ترپ 808. وای گنگ شد پشمام ریخته، هم یه حالت رپی داره، بیشتر آر ان بی طوره دیگه، با تیون زیاد داره میخونه. دره 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 جی وای با ضربشو برعکس کرده. چقدر گنگ، یعنی از این میرسیم به اون موزیک ویدیو که ریاکت کردیم. آره و چاپسی کیزان ترکن شاید ها. چقدر ملودیش خوبه. با تیغ چی کار کرد؟ با تیغ چی کار کرد؟ هی این صحنه تکرار میشه براش. ببین ها چی میگن اسمشو؟ دژاوو که نیست، این صحنه اتفاق افتاده، یا داره دژاوو میشه یا یه اتفاق داره میفته. توزه نه اون تکنیکش جیمینو زد. Things are out of control. وای که اینطور خورد موتور اتفاق. او او وایسا رسید به این موزیک ویدیو، قبل رسید به دیجیتال، این همش این بود. What the fuck. حاجی من پشمور بودن این سناریو که چیدن. وای عجب استودیوی بلک باکس خفنی. گیتار تی بوده. بی نظیر داره آرپج گیتار بیس با هم میخوره، اصلا انقدر تنظیم تمیز و خوبه دمش گرم. Come on let's raise them by them. آها بیا بینو پاک کنیم یکی یکی. جان میامی گالا من معنیشو نمیدونم چی، همین گالا رو واسه بنویسیم پلیز سیو. یعنی فکر کنم یه فرشته الهی چی این همچیزی میتونه باشه، داره میگه لطفا منو نجاتم بده. چقدر تصویر لرزون و خفن شد. اوه دیستورشن داره صداش، اون لاینش اصلا یه همچیزی شدش. توی درون خوش گیر افتاده فکر میکنم. مای امیگدالا 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 نمیدونم، یه خیلی اسمش سخته. چقدر خفنه آجی، اصلا پشمام افتاده. و ماژور یه ریورس سر، یه سینت ریورس سرش، برای حتی همون گیتار میتونه ریورس شده باشه، یعنی یه پاساج تور درش و از فکرم رپ میشه الان. این فلوی خود شوگاست، فلوی خود شوگاست. وای چقدر فریکی قرص میخور بیمارستانشون، یعنی بعد از داستان تصالحش نشون میده. این به لایف به زندگی واقعیش مربوط میشه بچه ها، اینو کامنت کنید من اصلا نمیدونم. چی؟ The call I got during work about Dad's liver can... تماسایی که در هنگام کار در مورد سرطان روده پدرم در لیور چیز شوش میگم روده دریافت کردم. چی؟ داره راجبه چی صحبت میکنه؟ من نیاز به خوندن دارم راجبه این قضیه. آره داره رشد سرطان نشون میده. چقدر فیریکیه اینجاش، یه جا قرصش به یه جا بادوم نشون میده، اصلا یعنی چی؟
رپی کرد. اینجا الکتریک اومد رو. هی داره میگه من انتخاب میخوام کدوم انتخاب درستم کدومه؟ میگه اولی انتخاب، دومی، سومی. چقدر خوب تصویر برداری شد، اینجوری انگل رو تغییر داد، روتیت کرد. این وصل میشه ویدیو بعدی. آره دیگه، این داره درون خودش رو مورد موزیک قرار، مورد نوشتن قرار داده این قضیه رو، واسه همین داره میگه و داره میرسه به بعدی. من یه رو باشم این لیریکش کامل بخونم. داره اینجوری هم میخونه، میخواد اون حالت خفگی رو بده، یعنی دهنو زیاد باز نمیکنه که اون حالت خفگیش حفظ شه. الان بستره در مدرسه، الان بستره در مدرسه، به خدشه در مدرسه. به کی داره میگه نمیشناسه، اسمتو نمیشناسم. بعد این چقدر مظلومه این آدمی که چرا نمیفهمم در کامنت بیاین اونجا. من اکثر موزیکی که مثلا ویدیو شد یه جایشو درک نمی کنم، بعد تو کامنت مثلا بگیم. و الان اینجا شوگا همون صدمه دست رو موتور چی شد؟ الان این دوید سمتمونه که چی؟ چقدر اینجاشو دوست دارم، وای اصلا پشتونیزونه. خودش داره خودشو نجات میده، اگه شخص دیگه نباشه امیل گلا میشه خودش که خودشو داره نجات میده از یک مخمسه. من برداشتم از این قضیه اینه، این همین دره این پشت دیگه. آره خودشه که این تو... یعنی خودشه، قطعا خودشه. امیل گلا میشه به نیروی درونی خودش فکر میکنه. Save me from here, get me out. من اینجا نجات بده، من اینجا بکش سر... با عجله من اینجا بیار بیرون. وای من افکت نیست این میسازن دیگه چه؟ یعنی رفت هگم رنه نیاکون دوتا پیشنهادات دیگهش. نیاکون تایی ویدیو چیه که هگم یکم آگستیه دیگه و هر جا چون این زخمه هست. آقا اصلا مرتبطه این قضیه، این نکنه داستان واقعی، داستان واقعی چه خط داشت. خط نداره رو صورتش که یه سناریوی ساخته. چقدر دو... من بعد این ویدیو میرم میشینم میخونم. من چون اسپویل نمیخوام بشه این داستان رو و میخوام برای اولین بار گوش کنم یه ریاکت فرست ایمپرشن باشه، واسه همین نمیرم راجبش قبلش بخونم. واسه همین اینقدر من توی حیرت و توی داستانه خودم هم خیلی عجیب بود. میامت کلا خیلی خفم. مثلا اگر من الان ساز ندارم اینجا که خونه خودم نیستم، ولی اگه مثلا اینجا ساز بخوام بگیریم، میامت کلا نه مثلا روی میمینور در نظر بگیرین، با میمینور شروع میشه، میره روی سول ماژور، بعد میره روی دو ماژور. همین چیز دقیقا میشه ریتمش و اینو به راحتی میشه کاور کرد. خیلی خفن بود، یعنی بشه اصلا رپش کنم تا بخورم شاید این کاور کردم. میامت کلا احتمالش خیلی زیاد، احتمالش خیلی زیاده. پشمام دی همینم هم میگم چجوری شما میگین من ریایت کنم. خیلی خفنه و این اول بوده یا اون بوده، یعنی هگمو داده اول بیرون یا اینو به ترتیب ریایت نکردم شاید، نمیدونم. و چه سناریویی اصلا حرف نداشت به نظر من. بیند دمش که هیتر کش هیترو البته الان هیترو نکش تو هگم نمیکشه، ولی اون بیسیک اولیاش تقریبا دستم از، ولی نیاز به کامنت دارم، شاید خیلی دارم اشتباه میکنم. ببین نکن توی ویدیو دیگه تقابل خودش با خودش بود، اینم مقابل هم بودن، اینجا کمک کننده هم بودن. اینو باید درک کنم چیه، ببینم بخورم راجبش. و اینکه نکاتش هم که الان بخواید مجموعه کلی بگیریم، چون واقعا در هیرک ریاکت هیرت بودم. یه دونه گیتار آرپج داشتیم، یه دونه بیس داشتیم، یه دونه شد ریتم تراپی 808 بودش.
به علاوه اینا یه دیستورشن، اینا همه رو گفتیم، یعنی اینا چیزایی نیست که بخوایم دوباره تکرار کنیم، همه رو گفتیم، ولی بی‌نظیر تنظیم کرده بود، یکی از بهترین تنظیم‌های شوگا بود واقعا، در کنار هیک بود، ترکونده این کارا رو و به نظرم بمب بود. دمتون گم. اصلا اون لاتی اولش هم پرید دکمه رو بزنید، هر کی هستی، هیتری غیر هیتری، هر چی هستی بزن، به عشق داش، به عشق داداش شوگا، دمتون گم. یه دونه مرسی بعد این پیشنهاد واسم کامنت، این توضیحاتی که نمیفهمیدم کامنت کنید و پیشنهاد بدید ویدیوهای بعدی رو. دمتون گرم. یه دونه از راست رد چه چند